از زمان روی کار آمدن طالبان تا کنون بارها و بارها اقدامات و دستوراتی توسط این گروه صادر شده که خشم و اعتراض همگان را برانگیخته است جدیدترین اقدام طالبان گرفتن امتحان دینی از کارمندان دولت است که اما و اگرهای بسیاری را برانگیخته است همکارم امار حسینی گزارش می‌دهد گروه طالبان در این اواخر برنامه اخزه امتحان مسائل دینی را از کارمندان دولت در افغانستان آغاز کردند امتحانی که از سوی ماموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه گرفته می شود. در آخرین مورد ماموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از کارمندان دادستانی کل امتحان مسائل دینی گرفتند پس از سقوط حکومت افغانستان به دست طالبان شماری از کارمندان دادستانی کل این کشور که اکنون تحت کنترل این گروه هستند همچنان کارمند این نهاد هستند و به کار خود ادامه می دهند. بسیاری از این کارمندان دارای تحصیلات عالی در رشته شریعت و حقوق هستند و سالها در این رشته ها تحقیق کردند. طالبان پیش از این از کارمندان وزارت معارف، معلمان، کارمندان وزارت امور خارجه، کارمندان بسیاری دیگر از ادارات دولتی افغانستان، امتحان مسائل دینی گرفته بودند. ماموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان همچنان در ادارات دولتی به کارمندان مسائل ابتدایی دینی را زیر نام آموزش مسائل عقیدتی و دینی آموزش می دهند و اشتراک کارمندان در این آموزش ها اجباری است. تحقیر کارمندان و ماموران دولت طالبان در حالی از کارمندان دولت امتحان مسائل دینی می گیرند که آنها در خانواده های مسلمان به دنیا آمدند. اصول و فروع دین را در خورد سالی آموزش دیدند و فریزه های دینی را به صورت مرتب انجام می دهند. سوالاتی که این گروه از ماموران دولت می پرسند بسیار سوالات ساده و ابتدایی است و هر مسلمانی آن را می داند. همانند مسائلی مربوط به نماز، وضو و تعداد کتاب های آسمانی. همار حسینی اخبار شیعه